به نام خدا هموطنان عزیز سلام، خوش اومدید به کافه بازی از شبکه دو ویژه نوروز 1403. عید مبارک باشه، ماه رمضان مبارک باشه، دعا میکنید خواهش میکنم. اما اینجا پارک لاله تهرانه، محل برگزاری جشنواره بازی های الکترونیکی شهر من که زیر مجموعه جشنواره مردمی آرمانه. کسایی که از تهران برنامه رو میبینن یا در تهران رفت آمد داشتن مخصوصا در نوروز و سال گذشته میدونن اینجا در این سالن بازی‌های الکترونیکی برگزار میشه، مخصوصا کسایی که علاقه‌مند هستن به فوتبال، فیفا که الان شده FC24 اینجا حضور پیدا میکنن. شما هم میتونید در طول نوروز بیاید، نه تنها کسایی که همینجوری ذوقی دنبال میکنن، بلکه کسایی که حرفه‌ای هستن و با هم مسابقه میدن، ثبت نام کردن و میان. دوره دوم هم داره، شما میتونید مراجعه کنید، یه سرچ انجام بدید، کامل میتونید ثبت نام کنید و تشریف بیارید. اما کافه بازی علاوه بر پوشش قسمت‌های مختلف این جشنواره و حالا هوای اینجا، آیتم‌های مختلفی هم برای شما تهیه کرده. خواهش می‌کنم در طول نوروز ما رو نگاه کنید، مخصوصاً کافه بین هنرمندان که با هم دیگه فیفا می‌زنن، اصطلاحاً هنرمندا و ورزشکارا. خیلی ازتون متشکرم. صفحه برنامه هم دنبال کنید، بریم سریع تو دل برنامه ببینیم که امروز کافه بازی کجاها رفت. در کنار یه خانواده دوست داشتنی هستیم، پدر و مادر همراه فرزندشون اومدن به جشنواره بازی‌های الکترونیکی. خیلی خوش اومدین. خیلی ممنون. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه همکاران گرامی و بزرگوارت. خیلی ممنون. زنده باشین. چجوری متوجه شدین اینجا جشنواره است؟ امروز حقیقتاً پسرم داشت تلویزیون رو نگاه می‌کرد و گفتش که توی بوستان لاله هستش و ما رو با خودش آورد و ما هم با این محیط آشنا شدیم. و موافق هستین با بازی‌ای که انجام میده؟ بله، خب اگه وقت کافی باشه، یعنی از درساش نگذره، اول تکالیف و درساش انجام بده و بعد هم بازیش بشه، چرا که نه؟ تازه تشویقش هم میکنه. خودتون نظرتون راجع به این بازی‌های الکترونیکی چیه؟ خوبه، بازیکن خوبه، منتها به درسش لطمه نزنه. هر بچه‌ای، نه بچه ما، هر بچه‌ای به درسش لطمه نزنه بازی کنه، چه ایرادی داره تو بازی هم بتونه مثلا پیشرفت کنه، مثلا بازی سازی کنه یا مثلا آشنا بشه با قواعد بازی، با همین بازی سازی کردن یا مثلا نمیدونم مسابقاتش اینا بتونه مثلا خودشو بالا بکشه خوبه. چه بازیه که وقتی نگاهش میکنی و تجربهش میکنی با خودت میگی کاش من اینو ساخته بودم یا یه بازی بسازم شبیه این باشه؟ Red Dead Redemption 2. بله. بس بازی داستانی رو دوست داری؟ داستانی فرق داره دیگه. کدوم شرکت میسازه؟ بعضی شرکت هستن بازی داستانی خیلی خوبی میدن، بعضی شرکت هستن روی چیز دیگه تمرکزشون رو میذارن. پس عمیقا بیننده برنامه کافه بازی هستی و همه بررسی ها رو هم میدیم. امیدوارم که تعطیلات عید بهتون حسابی خوش بگذره و نماز روزاتون هم قبول باشه. ممنون که ما رو همراهی کردین و مصاحبه کردین. زنده باشین. شما هم همچنان همراه برنامه کافه بازی و ادامه اون باش. یکی دیگه از بازی‌های جذاب این مرحله، فراز عبدالله ساده با تیم میلان، با تیم جذاب میلان و شهاب گل محمدی با تیم من سیتی با جک گریلیش در میانه میدان توپ رو در اختیار داره. برناردو سیلوا پاس میده اونجا، بازیکن تیم میلان فضاها رو کاملا بستن. گریلیش پاس میده به هالند، ارلینگ هالند چقدر خوب دفاع کرد اونجا. حالا اونجا توپ رو در اختیار دارن، چه جایی توپ رو
لو میدن چوپوزه خودش عقبتر اسماعیل بن ناصر پشت محوطه لوفتوفیک یه پاس میده رافالیاو همچنان لیاو چه حرکتی رو انجام داد چوپوزه به دنبال یار پشت محوطه بن ناصر لیاو رافائل لیاو بهترین بازیکن تیم میلان رافائل لیاو روی خط بالاخره یکی از این زاویه بسته رد شد اما گل نشد دوباره میرم برای ضد حمله میلانی ها کافور کار کرد و کافور پاس داد به تیم حریف حالا اونجا موقعیت داره فودن از همونجا و بالاخره گل اول رو میزنه شهاب گل محمدی استفاده کرده از اشتباه فراز عبداللهزاده و به این شکل فیل فودن خود تراچیانو گومز اومده اونجا درگیر با تراچیانو داره به تو میزنه چقدر خوب داره کار میکنه تراچیانو خیلی خطرناکه اما نه دوباره چه دفع عجیب غریبی لیو خطرناکه اونجا و باز هم مدافع تیمه سیتی چه بلایی دارن سر دفاع میارن اونجا همگی دارن حمله میکنن 90 دقیقه تمام است و بله تمام خدا قوت بازی خیلی نزدیک بود همونطوری که دیدید و خسته نباشید بهت میگم تبریک میگم بفهمی رو خط چطور بود؟ فازی که خیلی سخت بود استرس بالا سمیانه آخراش خیلی فشار اومد خیلی داشتم یه خوب دفاع میکردم یکی دوتا موقعیت صدم داشت دیگه اشتباه خودش بود نزد و منم دوباره طبق معمول تیر دروازه زدم و بازی تونستم ببرم خیلی خوب متشکرم امیدوارم که همینجوری قوی پیش بری اگه حقت باشه امسال قهرمانی تو دوباره ببینی ممنون و خدا قوت بازی خوبی بود دیگه تبریک و خسته نباشید میگم شهاب دیگه تو تک دست دیگه هر کی اشتباه کنه خب آدم اگه یه طرفه به بازه خیلی بهتر از اینه که نزدیک به بازه نه دیگه اینم بالاخره یکم حسرت داره دیگه آره اشتباه یه ذره واقعا ممنونم خب دوستان عزیز در بخش حساس و هیجان انگیز جام هنرمندان و ورزشکاران هستیم در کافه بازی ویژه عید نوروز 1403 دوستان همونجور که تمرین کردیم میخواییم بگیم عید شما مبارک من میگم شما دست بزن عید شما مبارک نزیدم خیلی ممنون جواد خواجوی مثلا یه جور به من نگاه کنه مثلا اینکه یه ریلکسه شاگردا منا ریلکسه ریلکسه جواد نگاه کن جواد جدول رو میبینیم جواد اینجا سوم جدول یه بازی یه امتیاز با شهاب عباسی مساوی کرده یوسف کریمی دو بازی صفر امتیاز ولی یه نکته مهم داره یه نکته مهمش اینه که من شیش منفی ام تفاضل گلش منفی شیشه آره منفی شیش به حال یه شیش داره شیش رو دوست داشت خب از این ور شهاب دو تا بازی چهار امتیاز و مرتضی که من به نظرم بچه مرتضی یه پای فینال میتونه باشه یعنی خیلی قوی باید باشید اگه بخواید از مرتضی جلوتر بیفتین فعلا یه بازی سه امتیاز تفاضلش مثبت سه شما تفاضلتون چنده جواد؟ صفر آره دیگه یه مساوی داریم و حالا بقیه بچه ها موقع خودشون میگه به نظرم اگه جواد ما رو ببره که یه جدال خیلی سخت بین اون سه تا تیم برای مثلا شهاب ولی اگر امتیاز بده دیگه آخه شهاب خیلی تو با شهاب بازی کردی آره آره شهاب خیلی حمله کرد بهش ولی اینم واقعا موزماره معلوم نیست کار میکنه ببخشید مازمور این هم یکی کلمه هاییه که ترونیا باز خودشون اشتباه میگن مثل گوجه سبز هست بله آقا گوجه سبز یعنی چی؟ آلوچه هست
دیگه. بله. بعدن آلو میشه. بله بله. گوجه سبز. من باختم. بعدم باختم. من آبروی من را مرتضا. دوباره رئال مادرید. تو چیکار کنم دیگه؟ مجبورم. تو رئال مادرید دیگه، از رئال مادرید قوی تر داری. مرتضا داری؟ شهاب داری؟ نداریم دیگه. تو هم که من همون منچستر سیتی خودم. بچا اونایی که کار مهمی ندارن، کی کار مهم داره؟ هر کاری دارین بذارین زمین و یه دست برشون بزنه بفهم. متشکرم. بریم سراغ بازی. بله، بازی شروع میشه. منچستر سیتی در مقابل رئال مادرید، دو تیمی که در بازی‌های گذشته امتیازات رو از دست دادن. یوسف دو بازی صفر امتیاز، عجله نکن حسن، این دفعه دیگه کتکه ها. و جواد خواجوی برای رئال مادرید یک امتیاز در بازی اساسی که با شهاب عباسی از بخت‌های سرگروهی داشتن. کارواخال یک و دو میکنه با آلابا. آلابا نزدیک بود که یه حرکت مادریدی بزنه. والورده که ما در کشورمون هم داریم صبحونه. نه اون الورده، ببخشید اشتباه شد. آفرین منچستر سیتی یه سره توپ رو برمیگردونه. دوباره رئال مادرید موج بعدی حمله رو آغاز میکنه در میانه های میدان. بلینگام باید بده به وسط. این اتفاق میفته. تونی کروس شوت زن هست، ولی مگه دیبروینه این اجازه رو خواهد داد؟ خیر. کاماوینگا دوباره از میانه های میدان، منتظر یک اشتباه هستن از مدافعین. کاماوینگا، والورده، کاماوینگا باید شوت بزنه قبلا هم دیگه. ماما میا با آفری. حسن زد. حسن من زد. بچه ها حسن زد، باورم نمیشه. حسن پاشو. اینجوره نباید گل میشه. حسن آقا ما بازی شروع کرده. حسن بیار، حسن بیار. حسن بیار شروع کردن، برو حسن. و تبل شادانه بکنیم. بله، یه خوشحالی کاملا خاورمیانه ای با حسن. این باز کنه برزیلیان از شوت الان باید بزن. خیلی قشنگ بود، باید گل میشه. من فکر کنم تو زدی جواب. نه بابا ما خورده. تونی خروس از این بار سانت برمیگرده. رودریگو دوباره آفساید باشه. بله، کمک داور که یکی از دوستان وای میگه بارداورده با... من چرا نمیتونم اگه باز گیمر شاو باگا بده حالا ها بابا. خب دوباره و این و چیزی که باد میآوردش باد میبرد میبردتتتش. فیل فودن باید پاس بده به کی؟ ایشکی فیل فودن با شماره 47. مراقب باش جلو بچه بذاری. 47 تو بر نمیداره، ولی این برداشته پوشیدتش. ای وای ای وای ای وای. بله، پرتاب اوت. رودریگو عقب، والورده، تونی کروس برو 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 با خطکش پاس میده. حالا بزن به وسط. بیلینگام رام اندازه. وینیسیوس نمیتونه عبور کنه. آکه در میانه های میدان. فیل فودن عجله نه سمت راست. الان باید رام اندازه. حیف، بازیکن داشت میرفت توی آفساید و پاس دقیق نبود. تونی کروس برای رودریگو. بیلینگام، بیلینگام بعد جونیور رو ببینه. بیلینگام الان موقع پاس دادن و بازم موفق نیست. رودری از این سمت الان موقع پاس دادن. گل 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 کرمی. اگه این بازی رو در مقابل حریف قبلیش هم انجام میداد ما اینقدر خفت و خاری نمیکشیدیم. بله، دوباره رئال مادرید با پیراهن مشکی. خوشیومن هستیم پیراهن. اگه یادتون باشه منچستر هم با همین پیراهن مشکی بردن. رونالدوی برزیلی سه تا گل زد. فیل فودن، آلوارز، عجب شوتی زد. دوباره بر میگردن. هالند
فودن زود سانت کن، مسخره بازی در نه. حالا فقط شوت بزن، ببین فقط بزن. گوش نمیدن، دو هیچ هست. اگه به حرفای این مربی پیر گوش کنن شانس بیشتری دارن. لونین قلدر وسط میدون رئال مادرید گرفته. ای کاش به حرف یوسف حسن گوش بده، عجله نکنه تا بتونن تفاضل گل خودشونو برگردونن. بله آمار بازی رو می‌بینید، 75%. نمیدونم چه اتفاقی افتاده بود. آقا دوباره من با یکی از این مرموزا دارم صحبت می‌کنم. نه نه با این حرفا الکی ما الکی میگه نمی‌دونم چی باشم. دیر شد. آقا ببین اونجاها جواد آخرا کم پر کن، یعنی یه نیش حالا وای 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 باری کلا خواهد دوباره به نذاشتم ببینی. نه بلش کن آقا، دو عقده بازی بعد از تلوی بیون دوبار. بله دوستان تله به بیوم ببینن تکرار گلو میزنه به تو. حالا باید لاپورت رودریگو رو میگیره و پنالتی اعلام شد. پنالتی اعلام و پنالتی برای چی پنالتی؟ خطا خیلی محرز بود، فقط ما نفهمیدیم چی شد. دروازه‌بان سعی میکنه فریب بده به وسط. بله لباس شباهت زیادی هم به خود امیر حسن داشتیم. حسن مثل نصف بازیکنان هست، دور خدا یه ذره اگه نگاش کنی مثل روی ماکای هم هست، مثل چه میدونم همین عبدالکریم اصلا حسن. دیر پاس میدی یه اگه جاهایی اگه حسن اینجوری دیر پاس بدی شب شامت میکنی. آخ آخ وای موفق نبوده. الان باید کروس شوتو بزنه بچه ها. شوتاشون خوب میشه ها، شک نکنه. گریلیش برای دیبروینه، الان دیبروینه باید یه پاس درست بده. حیف لحظات پایانی بود برای استراحت کوتاه و مشورت بازیکنان. چند لحظه صبر میکنه. آقای جان یامگا رو پیدا کردم. یامگا اینکو بردار، اینکو بردار، تصویر بردار ما یامگا. این دست یامگا رو پیدا کردم. یامگا خدا رو شد چشش خوب شد، خدا رو شکرت. یامگایی که چین زده ولی خوب نزده. آقا دوربین وله بیا بریم. آقا چه برو خب من اونو رفت بازی کنین بنویسید اومد. خب ما الان کدوم بریم بابا؟ شهاب ما رو شهاب از صبح اینجا میچرخه میگه این شبیه اونه اون شبیه. یه نفر آورده بود میگفت این چقدر شبیه بازیکن پرسپولیس. گفتم بابا این خود مرتضی پور علی میگن ماشاءالله. گل بعدی آخه این به چه دردی میخوره؟ استاد اگه بردی ببخشید من وسط هم اگه بردی اگه بردی یه کادر ناقابل من بمیدم. اگه سلامتی تو برای ما خودش همه چیه. اگه باختی من یه کادر بشم. نه آره دیگه کادر بارانه عیده. نه نه آره آفر عیدی دیگه در عیدی نوکرتم کارش درسته. من فکر می‌کنم 4 3 دوباره شوت وای تونی آقا تلاش نمو کن. آرزو بعد جوانانه بیس بعد وای وای مرسی. آقا تنها کاری که میتونم بکنم کرمی برم وایسم جلو تلویزیون پسرت بگو نیمه اولو ببینه نیمه دوم. من خودم شده رفته باشم بچه‌شو ببرم بیرون نمیذارم این نیمه دومو ببینه. عالی ولی بله یوسف دوباره بگو بیاد آنه الان باید پاسو بده بزن اون شوت قشنگه تو یوسف نشد ولی خوب زدی. ببین بازیت خوب بود باریکلا. دوباره از این سم جک گریلیش که میگن چندین بار زیر نیسان بوده جکه دیگه. آه ماشاءالله شوت چه گل وای عجب باید پاس میداد.
از این سمت راه میندازه. میلیتائو به دنبال آلوارز. میلیتائو موفق نیست. از این سمت چه دفاعی کردیم با بده کامابینگا به وسط کروس. این همه پاساش خوبه ها. همه پاساش خوبه. از این آقا با این برو رودریگو برو ماشاءالله بنداز. نه تو اوت. آفرین برمیگرده آکه میگیرتش. آلوارز هم همونه. برو اون چرا نمیره تو عمق؟ اون تقصیر مهراز دیگه. برو گل دقیقه 66 یادتونه یه مدتی گزارش کردم میگفتن خب دقیقه 66 و 50 51 52 میرفت یوسف کرمی توی بازیه. آقا تا دقیقه 75 اگه خوب بازی کردید میرم اونا رو اذیت میکنم که شما گل بزنید. بیلینگام به دنبال توپ. فودن پاس میرسونه به آلوارز. نه بله چه پاسی داد گل فودن. فیل فودن بزن به توپ. خودش سرعتش خوبه ماشاءالله. الان باید شوت قشنگی بود. ما خوب بازی کردیم. ضد حمله برای آلوارز و منچستر سیتی. اوورلپ میزنه فیل فودن. الان باید ببینتش. بله فیل فودن میزنه به داخل. کسی حریفش نیست و توی دروازه. یوسف کرمی دیگه ناامید شده. دست به کارهای نمایشی میزن. حداقل یه تک مورد. کاماوینگا والورده و برمیگرده تو. منچستر سیتی طوری بازی میکنه که انگار قشنگ تحلیل کرده تیمو. ما انتظار یه گل قشنگ داریم. جواد زود زدی. کار میکنی از خلط چه در آوردی؟ بیرون پا نزد که. بیرون پا مال این بره. بله این بچه ها که حرفه‌ای‌ان فکر میکنن واقعا ما کوریم نمیبینیم. نه داداش ما بلد نیستیم. فقط یوسف حالش گرفته است. یوسف آره دیگه اون یوسف سابق نیست. آخه نه اگر بد خوب بازی کرده. خب بیا اونا هم خوب بازی کردن. نه رو چیز تکروی و اینجور داستان ها حسن آره؟ تو فوتبال واقعی نه رو میگی. بریم برای گل بعدی یا نه؟ بیرون پایی که قول داده بود. فوتبال واقعی چند تا مگه ما دیری بود؟ دروازه ما خوب گرفت. آقای خاجوی بله خیلی خوب برگشتی. یعنی 10 تا ای وای پنالتی بدی من بزنم. ای گداها بله باریکل چی؟ حداقل 6 تا خوردی باز. میدونی این خوبه. عدد 6 دلت می‌خواست؟ آفرین. آره. اینش خوبه. اینش قشنگ بود. و 3 تا گلم به آبی زدی. دارم چیزای خوبشو بهت میگم. و فرصت. به نظرم بچه‌ها دیگه شوت‌های عرای دور رو امتحان کنید. آلیسون بکر تحقیر میکنه. آلوارز باید الان پاسو عمقی بده. بده. وای. نه این کار است داری آنچقالی میشی آفرین. نه این بازش همشون خوبه هم. همه حسن هم خوبه. من تا امروز صبح حسن اومد. حسن دیشب خوب نخوابیده. گفت بچه ها این چایی من بخورم. گفتیم آره ولی بهش نگفتیم که این روغن ترمزه. همشو خورد. بله بازی به پایان میرسه. 6-3 بازی خیلی خوب بود. جای برنده ها عوض شد. این بغل زیبا و دوستان بیا جواد جون افتضاح ترین اون یکی هم 6-3 باختیم. به شما هم 6-3 خجالت آورترین داغون ترین نتایج رو یوسف عزیز هم گرفت. چرا اینجوری میگی؟ 3 بازی 3 باخت و تفاضل گل منفی چند میشه؟ فشارم افتاد مرتضی. نه منفی دو رقمی شد. خودش گفت ما اگه ببریم فایده ای نداره تو جدول. شما ببرید بریم بالا. آفرین آفرین ممنون. آقا شما حظ میشین. شما چرا؟ چرا
چرا؟ راست میگی حقت نیست. یعنی هیچ امیدی ندارم. چرا؟ اگه بتونی رو دست وایسی ممنونم. برنامه داره تموم میشه، یعنی این قسمتش. قسمت‌های بعدی هم ببینید و بقیه بازی‌ها و یه گروه دیگه هم هست ببینیم که کیا میرن بالا. حالا حقش 3 تا ازش بره بالا. دیگه دوباره چیز شاخالوازیش بریم دیگه. آقا نمیشه مثلا تیم به عنوان تیم برتر چهارم ما بریم. دست بزن. خدا نگهدار.